قائله خراسان خوابید، مازندران و زنجان هم از نفس افتاد، دخل و خرج دولت سراسر شد، تنها تهران مانده که شیطنت می کند. همه ی رودخانه ها به تهران می ریزد. تهران صندوق چینیست، یکی را باز می کنی یکی دیگر پیدا می شود. ولی ما امنیت تهران را برقرار کردیم. این امنیت سوریست. بله، انگلیس شما نمی گذارد و الا می شود نظم تازه داد. ای به عمده کار امیر این است که دول خارجه را نادیده می گیرند. چه قبول بکنیم چه قبول نکنیم، آنها مالک جهان شدند. ما نگفتیم طالب اصلاحات و ترقی مملکت نیستیم، اما آنطور که آنها می خواهند و ما از زبان شما می شنویم حدیث دیگری است. ما نمی خواهیم هندوستان بشویم یا مصر ثانی. با کدام فکر؟ با کدام خزانه؟ با کدام مردم؟ با همین مردم، با همین محاسبه دیوان که مقرر کردیم، با همین فکر که اجداد ما ایران را حفظ کردند. وضع توفیر کرده، توقع مردم بالا رفته، همین متاعی که از آنجا می آید خود حکایت دیگری است. مردم مقایسه می کنند، مقایسه می کنند، می بینند راحتی آنها در تغییر راه و رسم زندگی است. آنطور هم که خان می گوید نیست. شاید هم ما بتوانیم از آنها تعلیماتی بگیریم. چطور می گذارند؟ چطور آنچه را که سالها تهیه و تدارک دیدند دو دستی به ما تقدیم می کنند؟ اینطور هم که نمی شود دست روی دست بگذاریم آینده به ما چه می گوید؟ آینده از همین امروز نشأت می گیرد. وقتی امروز دلشان با آنهاست، فردا همه چیزشان را با آنها می دهند. شاید هم به ما بگویند ساده‌لو، شما یک سر معنویت ما را منکر شده اید. کدام معنویت؟ یک رساله پر از علامات و رمز به درد مردم چه می خورد؟ مردم می خواهند زندگی کنند. این همان چیزی است که فرنگی ها برای آنها تدارک دیدند. این طور که خان میگوید ما باید برویم کنج حجره‌ای و انتظار مرگ را بکشیم. کی همچون حرفی زده آقا؟ ما میگوییم باید با آنها راه آمد، مردم هم به نوایی برسند. همین. حیف، حیف. شربت به دست غیر و به جام رفیق زهر. در حیرتم که من به ستانم کدام را. امیر خود بهتر می دانند که ما چه می گوییم. به اوضاع زمان هم وقوف کامل دارند. چرا باید در مقابل تقدیر ایستاد؟ اگر این تقدیر است که دیگر فاتحه ما خوانده است، معلوم است امیر به برد فکر نمی کند. هرچه داشته به داف گذاشته. به هر طرف که به چرخی خط همان است که پیش می رود. شاید این طور باشد. ما می دانیم که آنها به فرمان نیروی قاهر به حرکت در آمدند. دنیا هم وحدت دارد، لابد بخشی از این طغیان شامل حال ما هم می شود. آنها به ناگزیر با ما دست به یقه شدند، از اینجا هم نیرویی برای مقابله با آنها به پیش می رود. حاصل همان چیزی است که ما می خواهیم. درایت ما همین است که بدانیم آنها چه دارند و ما چه داریم. اعتقادات امیر به جای خود محترم است، اما در این گرفت و گیر کو تا ما بدانیم چه داریم که به درد این دنیا بخورد. زور بیاوریم، پافشاری بکنیم، استخوان خودمان خورد می شود. باکی نیست، ارثیه به جا می گذاریم. این کشاکش که امروز و فردا فیصله پیدا نمی کند، یک روزی معلوم می شود که ما به خطا نمی رفتیم. بگذار این جسم عنصری فنا بشود. ما را از جای دیگر صلا دادند، به ولای همان سفیر روح افزاست که حرکت می کنیم.
امیر دفتر خود را بسته، نه هم در تهران بلکه در تبریز. تبریز هم نه، قریه ترکمانچای. عجب، اعلی حضرت همایونی راه گم کردند. حضور در خانه مادر خود را به هم صحبتی با مرشد ترجیح دادند. دیدیم روز به روز سفرخانه شما رونق و گرما پیدا می کند، گفتیم از نزدیک مشاهده کنیم. سفرخانه ما که قابل ندارد. اگر عنایت همایونی شامل حال ما می شد، شوکت و اعتبار یک نواب خاصه را داشتیم. افسوس که عمری از ما رفته و هنوز در حسرت خانه پدری هستیم. شما هم هوای کوهستان را به هوای ارگ همایونی ارجح می دانید. ما از این ارگ خیری ندیدیم، جز طعن و لعن چه دیدیم؟ دلمان خوش بود پسرمان می آید و ما رونق می گیریم. نمی دانستیم یک تیر غیبی می آید و اجاقمان را سرد می کند. امیر کاری کرده که فردا بچه های شیرخواره هم پستان به دهان نمی گیرند. چرا؟ چون این شیر طعم شیر سابق را ندارد. خیال می کنید بیراه است؟ نقل شیر و پستان نیست، نقل این است که ما این مادر را نمی خواهیم. مگر نه به شما تلقین می کند که این مادر مانع رتق و فتق امور است؟ مگر نمی خواهد شما ما را بکشید؟ اون وقت همه جا بگوید شما دیوانه اید و خود به خود تاج و تخت از شما ساقط بشود، خودش شاه بشود و خدیجه خانم هم ملکه. میبینید که من از همه چیز خبر دارم. اینطور نیست. امیر عالم به امور است، تدبیر دارد، خیرخواه دولت است. وقتی با شما تنها میشود چه میگوید؟ مگر نه همین است که من میگویم؟ او ما را از همه چیز مطلع میکند، گردش کار را به عرض میرساند. گردش کار همین است که از مادر شما بد بگوید، به احدی اعتنا نکند، شازده های قاجار را از سگ کمتر بکند، مواجبی که تکافوی نان شب اونها را بکند قطع بشود. یک نانبر کامل العیار با خود از تبریز آورده ای که چه بشود؟ این اساس مملکت داریست؟ این راه و رسم پادشاهی است؟ ما آمدیم اینجا دماغی تازه کنیم. نواب نفوس بد میزند. محض خاطره خود شما میگویم، و الا شما شاهید و عهده‌دار ملک خود هستید. به کسی چه مربوط؟ گیرم من باشم یا نباشم، شما میخواهید به قاعده سالها پادشاهی کنید،
نباید در روی خودتان ببندید. من که مویم را در آسیاب سپید نکردم، پادشاهی و مملکت داری هم که دیدم، گفتم تا از بد بدتر نشده شما را مستحضر کرده باشم. کاش شاه نبودم. این چه حرفیست که میزنید؟ تاج و تخت و جامعه سلطانی برازنده قامت شماست. همه مفتون این طمأنینه و الفاظ مبارک هستند. اون وقت ببین چطور قلب شما را تسخیر کرده که به محض تردید خودتان هم ضایع می شوید. این سلامت است؟ ما او را می خواهیم، اما همه می خواهند که ما خنجر بزنیم و این قلب را گرما گرم وسط خار و خاشاک پرتاب کنیم. شاه یعنی آدمی که قلب ندارد، تخت عشق نمی طلبد. ببینید تا مغز استخوان شما رو سوخ کرده. اگر کسی این مطلب را بو ببرد، خدا عالم است چه اتفاقی خواهد افتاد. جیران کجاست؟ همین حوالی. می خواهید خدمت برسد؟ نه، حوصله کسی را نداریم. بگویم عمله طرب مجلسی بکنند. تن ما در مقابل مزقان عایق است. زیر این کلیجه ترمه یک تکه یخ آرام آرام ذوب می شود. بگذارید جیران را صدا بزنم. مادام هم مشتاق زیارت شماست. نه، حوصله کسی را نداریم. حالا نه. از قضا همین حالا مناسب است. ما نمیگذاریم با این حال و وضع از اینجا بروید. امشب در اندرونی باشید. زنها به دیدار شما زنده میشوند. نمیدانم. آقا سرور. بله نواب علیه. بگو مادام و جیران خانم بیایند اینجا زود. بروی چشم نواب علیه. شاه باید انبساط خاطر داشته باشد. همه برای تصرف تاج و تخت میزنند. محض خاطر شادی و شعفیست که تخت دارد. یک پادشاه غمگین اطرافیان را کدر می کند، رعیت را پریشان می کند. ما در امیر چیزی را دیدیم که انتظارش را نداشتیم. از همان اول قلبمان تسخیر شد. در چشمهای او بارقه ایست که ما را از خود بی خود می کند. ترک او برای ما مشکل است. فکر تاج و تخت باشید. مهری که به او دارید اگر اسباب به هم پاشیدن شیرازی امور بشود، دیگر مهر نیست، قتل نفس است. قدرت به آسانی به چنگ نمی آید. شما از او چشم بگردانید و به جبروت تاج و تخت میل بکنید. ببینید چطور جای او را پر می کند. جیران، شاه امروز میهمان ماست، شب هم میماند. باید طعم میوه های تخت را بچشد. شاه دل با درختی دارد که تک افتاده. سایهش آنقدر پهن است که تخت را هم سایه انداخته. باغ هماینی پر از درخت های جور و جور است، یکی از یکی سبزتر. سایه هر کدام عالمی دارد. معنای این حرف چیست؟ اینکه شاهی در سایه درختی بنشیند و باغبان را ببیند که تبر به دست گرفته، میخواهد درختی را که به سایه‌اش دل خوش کرده است از کمر قطع کند. خیر، اینکه شاه از سایه درخت‌های دیگر غافل نباشد.
ببیند آن تک درخت تحفه نیست، هزار جور دیگر درخت و سایه و میوه خدا خوب کرده در باغ است. شاه میل به نقل البلو دارد، کجا بهتر از اندرونی؟ البلو را که سر درخت شکر بگیرند سایه‌اش هم شیرین است. شاه یک شناس است، آن وقت میل به نقل البلو دارند؟ اوه، هلوی پوسکنده، سیب سرخ، انار یاقوتی، حبه های انگور بیدانه، چطور میگذارند شاه یک شناس باقی بماند؟ اندرونی را گذاشتند برای اینکه شاه وقتی از امورات کشوری خسته شدند دمی فارغ البال از همه چیز بی دغدغه به خود بپردازد. دربار شرق به همین تنعمت افسانه می شود. امشب اولین شب از هزار و یک شب را تجدید می کنیم. سلطان خانم دو تا چرخ بزند، شاه گیره از ابرو باز می کند. شما زنها را خدا خلق کرده که دسیسه کنید. اسباب این دسیسه را چنان فراهم می کنید که آدم حال و هوش خودش را هم فراموش می کند. دسیسه زن مطبوع است، نمی شود از آن غافل ماند. شاهی که به اندرونی راه نداشته باشد قدرت را ضایع می کند. حالا دیگر چرا این پا اون پا کنیم؟ برویم و طبیعت را بیدار کنیم. شاهان از اندرونی بیشتر تعلیم می گیرند تا از پیشکار و مرشد و معلمی که در سر خیالات دارند. امروز برای نواب روز دیگری است. امیدوارم برای شاه هم مطلع سعدی باشد. شنیدم که شما هم به مهدویت دوری و نوعی اعتقاد دارید. سبحان الله، کی این مطلب لغو را به عرض امیر رسانده؟ مفتش و گماشته من سهوی رخ داده، وگرنه من کجا و مذهب باب؟ جواب مرا ندادید. اینجا نوشته، بگیرید و بخوانید. روز جمعه بابی ها خیال دارند به هیئت اجتماع با شمشیر کشیده اول به مسجد شاه بریزند، امام جمعه را به قتل برسانند و بعد عازم ارگ همایونی بشوند. گویا چند تن از اقارب و طرف صحبت شما رئیس این گروه باشد. شخص شما امروز علاوه بر انتصاب به سلطنت یکی از رجال دولت هستید. گیرم که در اعتقاد شما فساد باشد، اما ملاحظه دولت بر هر چیز مقدم است. امیر باید بدانند این قولی است خلاف. من با همه اخلاص و ملاحظه از نواب لیه این ستن را از شما می خواهم. امیر، همان که گفتم، بروید و ترتیب دستگیری آنها را خودتان بدهید. آخر من آنها را فقط می شناسم. همین کافی است. تعجیل دارم،
نتیجه را در همین دیوانخانه دولتی یا منزل به من برسانید. بسیار خوب. بروم ببینم چه باید بکنم. چشم ما روشن امیر. عزیز دست مریضات. حالا از هر جهت خیالمان از اطراف و اکناف آسوده است. بله اینجا و آنجا زمزمه ای هست. اگر سران مازندران و زنجان یکی دو تا مانده باشند چه؟ گمان نمی کنم قائله رفع شده باشد. خواسته که از تهران اطمینانی نیست با این وضع سفارتخانه ها. جرأت نمی کنند آنها را پناه بدهند. ممکن است بفرستند آن طرف مرز، چه بهتر. از چشم ما قائله آنها یک شورش نظامی است. توفیر نمی کند چه حسن خان سالار باشد چه ملا شیخ محمد علی، هر دو را به یک چوب برانید. حالا که از قشون و قشونکشی آسوده شده ایم، عمده مطلب ما ترقی ایران است. جان داوود هم در راه است. مدرسه دارالفنون هم بالا رفته. 4 صباح دیگر دوام بیاوریم به مقصود رسیده ایم. روز جمعه لازم است مسجد شاه رو قلق کنیم؟ خیر، کار با انجا نمی کشد. قبل از صبح جمعه سران دستگیر شدند. شما مهیای برپا کردن دار باشید. آنها اهل سیاست نیستند، اهل بلوا هستند. تتمه شورشیان اگر به تهران بیایند چه؟ شاید بین خود قراری گذاشته باشند. دروازه ها را مأمور بگذارید. اسم هر که داخل و خارج می شود در دفتر ثبت بشود. خب اگر رخصت دهید مرخص می شود. کار شما دیگر تمام است. بروید و آسوده باشید. نواب علیه، همانطور که خواسته بودی میرزا آقاخان نوری به حضور رسیده ام. بگویید داخل شد. آقا سر برشت. مواظب باشید. میخواهم این دور حوالی کسی نباشد. به روی چشم نوابه‌ای. کافیست. خان، خوب با امیر راه می روید. برای اون نسخه می پیچید. در امورات کشور کمک حال او هستید.
نواب چرا این حرف را میزند؟ من که به جد نمیگیرم. فیلحال که امیر ایران مدار شده، چرا فکر تمام کردن کار نیستید؟ ما که اون چه شرط بلاغ بود با شاه گفتیم، شاه هم چندان راضی به دوام این وضع نیست. معلوم است یک اندرونی کار کشته بهتر از هزار مرد کار آمد عمل می کند. امیر میخ خود را جایی کوفته که محتاج تدبیر و مواظبت جوان به کار است. گرفتن یک فرمان اصل مقدماتی دارد. ما فکر بعد آن هم هستیم. شاه هم نباید افت بکند. ما سعی کردیم او را به یک قسمی به راه بیاوریم، اما حرف زنها یک گوشه ای کار است. سفرا هم که مطلب خود را به شاه رساندند، آنها فقط می توانند در پرده و لفاف حرف بزنند. یک جای کار لنگ بزند شاه گمان سو می برد. اگر می شد شاه را از او دور کرد خوب بود. همچه که او را می بیند همه ی رشته ها پنبه می شود. من نمی دانم در شخص امیر چه می بیند که این همه از او حراس می کند. امیر بازیگر قهاری است. به طرفتر اینی طرف صحبت خود را از این پهلو بان پهلو می کند. یک مشت حرف های قشنگ، یک مشت اراجیفی که معلوم از سالها نقل مجلس اجزای حکومتی تبریز بود. سلطنت هم که از چهار جانب در محاصره تیغ و پیکان اجامر و اوباش است. امیر برای شاه تمهیدات میچیند و شاه هم در تسخیر اوست. امیر آفتی است که حالا حالاها از او خلاصی نداریم. حرف امروز نیست، فردا مشکلاتی که برای ما ایجاد میکند صد جور ما را میچرخاند. ولی تنها شاه مانده، قلب او هم مثل رگبار بهاری است. چرا اظهار عجز میکنید؟ نواب باید خوددار و صبور باشند. ما منتظر فرصت هستیم. من که دیگر طاقت ندارم. در امتثال امر نواب لیه ما در انتهای تدارک کار خود هستیم. نباید آب از آب تکان بخورد. هر اصلی یک نسبی هم دارد. شاه یک افقی را تیره ببیند، چشم به افق دیگر دارد که روشنایی بزند. یعنی این دارالخلافه اینقدر ذلیل شده که نتواند راه دیگری پیش شاه بگذارد؟ قصد ما هم همین است. دارالخلافه یک دست نیست. ولی ما در بی بی زبیده دیدیم که همه مستعد راه بردن امور هستند. مطلب همین جاست. باید یکی باشد که جای امیر را بگیرد و الا شاه خوف می کند. یک گودالی پیش رو می بیند که قدرت جسدن را از او می گیرد. شما که با کلونل مناسبات دارید، ما هم به شما وثوق کامل داریم. خب چرا این گودال را پر نمی کنید؟ محتاج همراهی نواب علیه هستیم. وقتی ما دل مشغول کنار زدن امیر شدیم، لابد هر کس که این امر را صورت عمل ببخشد دل به او میبندیم. این امر به عهده ما. فقط میخواستیم که نواب ملاحظه داشته باشند دوباره یک نظر پوقی قاب شاه را ندوزدند. از جانب ما آسوده باشید. ما سعی میکنیم قلب شاه را به او سرد کنیم و او را به خود دلگرم کنیم. اما موانعی هم هست. چه موانعی؟ این که ما تبع انگلیس هستیم؟ خب اگر به آنها پناهنده نمی شدیم، شاه و حاجی میرزا آقاسی به جای تبعید به کاشان ما را به مسکرآباد می فرستادند. خودمان را حفظ کردیم که امروز منشأ خیری باشی. حالا که دیگر نه شاه هست نه حاجی میرزا آقاسی. خب ممکن است شاه فعلی این امر را کراهت داشته باشد.
بروید به اونها بگویید ارگ همایونی با شما مساعدت دارد. اون کاغذی را که داده اید باطل کنند. این وحنیست به ساحت دولت بهیه انگلیس؟ معلوم است اونها هم خدا را میخواهند هم خورما را. اینطور که نمیشود. ما قبول کنیم شاه گردن نمیگیرد. خواستیم تا آنجا هم نواب ما را یاری کنند. شاید توانستیم کاری انجام بدهیم. بسیار خوب، شما این امر حالیه را خاتمه بدهید، ما اونجا را دریغ نداریم. خاطر نفاب از این جانب آسوده باشد. به سال نکشیده امیر را از این زحمت راحت می کنم. ما هم همین را می خواهیم. دیگر جای هیچ نگرانی نیست. از ایالات و ولایات آسوده شدیم. تهران هم از لوس وجود اجامر و اوباش پاک شد. سران این فرقه زاله به کلی دستگیر شدند. حکم همایونی است. دستور قتل می دهند یا نفی بلد یا حبس مؤبد. فدوی نظری مغایر با رأی همایونی ندارد. اما امیر از یک جا غافل مانده. اندرونی که اسلحه به دست نمی گیرد تا امنیت کشور را مختل کند. یک صحبتی زنانه می کنند. شاه همانقدر بصیرت دارند که حرف زنان را به چیزی نگیرند. اندرونی که محصور نیست، هزار آمد و شد می شود. همین ارگ را از امیر برگردانند، تهران آسیب دیده. صداقتش امیر از هر کجا نماند از اندرونی میماند. ما مشق نظام کرده ایم. به هیچ قسم به اندرونی راه نداشته ایم که بدانیم چطور میتوان آنها را ساکت کرد. پس امیر اینجای کار را نخوانده. ما تنها یک خط را میخوانیم، آن هم خط شاه است. اگر خط شاه با همان جوهر اندرونی نوشته شود چه؟ آن وقت یک نوکر وفادار زمین می‌خورد. ما در خود نمی‌بینیم که روزی از امیر برگردیم. دوام ملک و رعیت را در شخص شما دیده‌ایم. اما طالبان هم نیستیم که دور و بر را افسرده حال و پریشان ببینیم. قدم که میزنیم دیگر کسی دل ندارد به ما عرض حال کند، به ما نزدیک بشود. چه زن چه مرد به یک طرفی پناه میبرند. این یأس و دلمردگی عاقبت خوشی ندارد. آنها عادت کردند به تملق و چاپلوسی، به یک وضع دیگری دل بستند. فکر بیرون از این ارگ نیستند. مردمی که گرسنه و لخت صبح تا شام آرزوی مرگ مفاجا دارند، هر روز یکی به فریب و خدعه آنها را به خود میخواند، آنها را به راهی میکشاند، به آنها وعده و وعید سلطنت و فتح کره ارض میدهد. آنها که جواب این خلق محروم و آرزومند را نمیدهند، یک عمر عادت کردند که مواجب و مستمری داشته باشند، به ایشانوش مشغول باشند،
برای اجابت این امر خود را به اجنبی ببندند، وطن فروشی کنند. حالا هرچه بر سر ایران آمد بیاید. آنها شاه را از بروز یک خطر پرهیز می دهند، اما خودشان موجب بروز هزار قسم خطر و فساد هستند. شاه و تخت و امر که برای اندرونی نیست، پس 18 کرور رعیت ایران به چه کسی التجا ببرند؟ گرک ها کمین کردند تا هر روز ماری از آستین بیرون بیاورند. آن وقت 2 زن که معلوم نیست از کجا تعلیم میگیرند، کجا خیرخواه و مایونی هستند، چطور جسارت پیدا کردند که شاه و مملکت را ملک تلق خود بدانند، از عجایب است. خب امیر راهی دیگر نمی شناسد. راهی مثلا اندرونی را قرق نکند. ما که خیال میکنیم به محض خاتمه پیدا کردن مذاکرات، امیر عزیز خان مکری را احضار میکند و همان دستوراتی را به او میدهد که برای فتح قلعه تبرسی داده. امیر نه با زنان جنگ و ستیز دارد، نه با متعلقات و اجزای ارج همایونی. امیر که در جنگ با روس از پشت جبهه گلایه و شکایت داشت، این همه از تهران مینالید، خیال نمی کند یک بار دیگر دچار همان بلیه شده است؟ غافل از گردش روزگار هستید. امیر می داند که در خانه خود هم آسوده نیست. 1000 پیغام و پسخام از اندرونی می آید. آن مادینه هم در آنجا آسوده نیست. با همین 2-3 سالی که گذشت کلی به حال و هوای تخت پی بردیم. خاقان مغفور 37 سال سلطنت کرد و اندرونی را داشت. شاه مبرور از اندرونی غافل ماند. خدا عالم است چه عذابی را دم آخر متحمل شد. امیران چه صلاح تاج و تخت شاهی باشد، نصب العین قرار می دهد. خواهیم دید. ما به رأی و تفسیر متین شما از امور اذعان داریم، ولی طوری نشود که از ما و تخت اسمی باشد. هر که دستش آمد یک گوشه و کنایه‌ای بزند، ما اینجا بگردیم و کسی با ما محشور نباشد. این عین بی توجهی به تاج و تخت است. امیر آنچه که می‌دانست در طبقه اخلاص گذاشت. گاه می شود که درست گفته باشم، گاه نادرست. انسان هم که معصوم نیست، جایز الخطا است. تا وقتی که شاه خواسته باشند، فدوی مطیع و فرمانبر است. وقتی هم که اراده همایونی به طریقی دیگر تعلق بگیرد، شاه است و قدر قدرت. لابد می داند که چه کند. نمی خواهیم خاطر شما مکدر بشود. غرض شرح احوالاتی است که به سمع ما می رسد، وگرنه مهر ما به امیر دریای بی انتهاست. ما هم شکر گزار همین نعمت هستیم. خدا نکند که اصحاب فتنه و فساد خاطر همایونی را ملوث کنند. آن وقت ما از مورچه هم بی مقدارتر می شویم. خوب گفتید. ما به شما فکر میکنیم. شما هم متوجه دور اطراف باشید، بیش از حد عرصه به ما تنگ نشود. امر متاع. آنچه رأی شما باشد قبله آمال ماست.